سلام مجدد خدمت بچه های عزیزم. سلام 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 بچه های گلم. خب بریم سراغه. بله، من یه توضیحی به شما بدم در مورد بیزی. دقت کنید بچه ها، من صدا و تصویر من اوکی هستش؟ صدا و تصویر من اگر اوکی هستش بفرمایید بچه ها. خب خدا رو شکر. یه توضیح در مورد بیزی به شما بدم که این توضیح رو شما بلد باشید تست‌های بیزی رو به راحتی می‌زنید. خب بیزی درس نمیدیم، ما یه توضیح میدم. چون داستان ما داستان چیه بچه‌ها؟ جمع‌بندیه. دو تا نقطه داریم به نام کانون ها. خوب گوش کنید، درس امروز رو لذت میبرید. دو تا نقطه به نام کانون. وسط کانون مرکزه. خطی که از کانون ها عبور کرده بیزی رو در دو نقطه آپریم و آقتس میکنه. به آپریم میگن رؤوس کانونی، یا آآپریم میشه قطر بزرگتر. حالا خطی که از مرکز عمود بر محور کانون بیزی رو در دو نقطه ب و ب پریم قطع کنه، به این ب ب پریم میگن قطر کوچکتر. سه تا پارامتر دارید. پارامتر سی و پارامتر آ. سه تا پارامتر آ و بی و سی داریم. رابطه بین پارامترها در بیزی چیه؟ رابطه فیثاغورسه. آ دو مساوی ب دو علاوه سی دو. ما سر کلاس سالیانمون اینا رو ثابت میکنیم. خب الان بحثمون این نیست، هفته بعد کنکوره، بحث اثبات نیست. وگرنه در طول کلاس سالیانه اصلا اثبات میشه. اثبات میشه خروج از مرکز یک بیزی سی آمه یا رادیکال یک منهای بی دو به روی آدو. همینا رو تو امروز یاد بگیری، همینا رو یاد بگیری، یعنی دوره بشه برات کافیه برای تست زدن تست های بیزی. پس بچه ها پارامتر سی، پارامتر بی، پارامتر آ و بقیهش هم که خروج از مرکز سه آم رادیکال. ما سر کلاس سالیانه خروج از مرکز رو اثبات میکنیم، توضیح میدیم. حالا بحثمون فقط عرض کردم بحث دوره است. خب بریم اینجا. اولین سوال ما در مورد بیزی سوال 14 است. دو سر قطر بزرگ یک بیزی 2 و 4، 2 و -2. پس بچه ها نقطه آ به مختصات 2 و 4 و آپریم به مختصات 2 و -2 دو سر قطر بزرگ هست. محور رو کشیدم 2 و 4. خیلی راحت رسم کن 2 و 4، 4 تا برو بالا، این میشه آ مثلا، 2 و -2 دو تا بیا پایین -2، دو سر قطر بزرگ بیزی آپری، اینم 2. قشنگ گوش کن. آفرین 14. ادامه سوال. بیزی بر محور ایگرگ ها مماس است. بیزی بر محور ایگرگ ها. خب بعد یه جوری رسم کن که بر محور ایگرگ ها مماس باشه دیگه. این بیزی من بر محور ایگرگ ها مماسه. خب چی میخوای دیگه؟ چی میخوای؟ خروج از مرکز این بیزی کدام است؟ خروج از مرکز. خب این شکل رو بکشید داد میزنه. بچه ها وسط آآپریم میشه مرکز. وسط آآپریم میشه مرکز. الان مرکز شما فاصلش تا اینجا میشه پارامتر بی. این فاصله 2 واحده چون مرکز طولش 2 واحده. شکل کشیدم داد میزنه، بیمون میشه 2. فاصله آآپریم قطر بزرگ 2 است. الان تو این مثال از -2 تا 4 چند تا فاصله دارید بچه ها؟ از 0 تا 4 4 تا، اینم 2 تا میشه 8 6 تا 6 تا فاصله داریم.
از منفی دو تا چهار 6 تا فاصله داریم، پس آمون میشه 3. الان راحت میشه خروج از مرکز رو نوشت، رادیکال 1 منهای B2 به روی A2، 1 منه B2 A2 و تمام. 9 منهای 4 و تمام. 5/3. چقدر راحت، چقدر راحت. البته میتونستیم سی هم از این رابطه به دست بیاریم، سه آن بنویسیم، ما اینم میتونیم، فرقی نمی کنه. میتونستیم از اینجا سی رو به دست بیاریم، سی به روی آبش خروج از مرکز. میتونستیم هم بی و آی که داریم همینجا بنویسیم، اونم میشه یه روش. سال بعدی، یک بیزی سوال شماره 15. قطر بزرگ 4 برابر قطر کوچکش. بنویسیم قطر بزرگ 2A 4 برابر قطر کوچک 2B. قطر کوچک، قطر بزرگ. پس از اینجا نتیجه میگیریم A مساویه 4B. A میشه 4B. 2x2 میره. درون دایره به مرکز منفی 1 و 2 در 2 نقطه بر آن مماس است. این بیزی من. مرکز منفی 1 و 2. مرکز منفی 1 و 2. خوب گوش کنید، قشنگ دقت کنید. یه بیزی داریم، درون دایره ایست که در 2 نقطه بر بیزی مماسه. در 2 نقطه دایره و بیزی در 2 نقطه بر هم مماسه. خب اصلا نترسید، اصلا سخت نیست. نقطه M 1.6 روی دایره است. یه نقطه روی دایره است. اصلا نقطه M 1.6 روی دایره است. روی دایره است. فاصله کانونی بیزی میخواد. فاصله کانونی یعنی فاصله دوتا کانون. یعنی 2C. اینو از من میخواد. فاصله کانونی یعنی کدام است؟ خوب گوش کنید، فاصله کانونی کدام است؟ فاصله کانونی کدام است؟ یه نقطه رو دایره است، اینم که مرکز بیزی. بچه ها به نظر شما فاصله MC مگر شعاع نیست؟ بله، آفرین. M 1.6، C منفی 1.2، شعاع میشه MC، فاصله نقطه از نقطه. 1 منهای -1 به توان 2، 6 منهای 2 به توان 2، فاصله 2 نقطه از هم. اگر این شعاعه، پس اینم شعاعه. اگر این شعاعه، پس این پارامتر آ برابر شعاعه، پس آمون میشه 2 رادیکال 5. یه بار شعاع رو این در نظر بگی، خب یه بار شعاع رو این در نظر بگی، پس آ میشه 2 رادیکال 5. از طرفی مگر آ 4B نیست؟ اگر آ 2 رادیکال 5 باشه، پس 2 رادیکال 5 4B، پس B میشه رادیکال 5/2. آ 2 رادیکال 5، B رادیکال 5/2،
چه رابطه بین آ و بی و سی وجود داره؟ آ دو مساوی بی دو علاوه سی دو. آ دو بی دو علاوه سی دو. چار هشتاد، سی دو شد 75/4، سی میشه رادیکال 75/4، 25 رادیکال 75/4، 25 ضرب در 3 میشه 25ش میاد بیرون میشه 5 رادیکال 3 دوم. سی شد 5 رادیکال 3 دوم. فاصله کانونی 2 تا سیه، فاصله کانونی 2 سیه، فاصله کانونی. پس 2 تا از اینا رو میخواد 5 رادیکال 3 داریم تو گزینه 5 رادیکال 3 آیناش 5 رادیکال 3 15. ببینید خیلی راحته. یه بار دیگه نگاه کنید بچه ها، اصلا سوال یه بار بخونید خندهتون میگیره از بس راحته. مرکز بیزی رو داده، مرکز بیزی منفی 1 و 2، نقطه 1 و 6 رو دایره است، رو محیط دایره است. خب واضحه این نقطه تا مرکز شعاعه. خب البته اینم شعاعه، شعاعه دی. حالا این تا اینجا در مورد بیزی میشه آ، پارامتر آ. از اینجا تا اینجا پارامتر آ دیگه در بیزی، در بیزی این میشه. پس شعاع میشه، شعاع میشه پارامتر آ. پس شعاع که فاصله دو نقطه از هم بود، فاصله دو نقطه از هم همون پارامتر آست. هم تموم شدی. خیلی راحته. سال 16، سال قلمچی بوده، سال قلمچی بوده، گفته در بیزی زیر مساحت مثلث BFF بریم مساحت این مثلث BFF بریم 4 برابر مساحت این مثلث است، 4 برابر مساحت اف آ به پریمه. مساحت مثلث بی آ اف بریم، بی اف اف بریم 4 برابره. خب بیا اینجا مساحت بی اف اف بریم 4 برابر مساحت آ اف به پریمه، آ اف به پریمه. خب بیا اینجا مساحت این مثلث چگونه به دست میاد؟ مساحت بی اف اف بریم ارتفاع پارامتر بی، قاعده 2c تقسیم بر 2، ارتفاع در قاعده تقسیم بر 2 4 برابره. مساحت مثلث AF به پریم چگونه به دست میاد؟ بچه ها میشه ارتفاع، چرا این ارتفاع؟ چون دارمش. قاعده این ارتفاع بر این قاعده وارد شده، این قاعده چی میشه؟ بچه ها از اینجا تا اینجا پارامتر آ، از اینجا تا اینجا پارامتر سی، پس این یه تیکه میشه آ منهای سی، ارتفاع بی. این ارتفاع بر کدوم قاعده؟ آی منهای سی تقسیم بر 2. ارتفاع بی قاعده، این قاعده است آ منهای سی. این چقدر راحت، 2 با 2 میره، بی با بی میره، 2 با 4 میره، 2 چی موند؟ سی چی موند؟ 2 رفتن دیگه، همه رفتن. سوال قلمچی
رشته ریاضی منفی دو منفی دو سی بیاد این ور هم خروج از مرکز میخواد همه تقسیم رو آ کنید تقسیم رو آ کنید خروج از مرکز میشه دو سوم خروج از مرکز سه آن بود که میشه دو سوم داریم تو گزینه آن بعد سوال قلمچی بوده مساحت مثلث بزرگ چهار برابر کوچیک است آدم یه دفعه نگاه میکنه میترسه گمان میکنه چه حرکت هایی باید بره خب هیچی ابتدایی حیف نیست اینا رو نزنیم سال 17 سال 17 کنکور ریاضی بوده سال 17 کنکور ریاضی خوب گوش کنیم آفرین به شما همه بچه ها گوش کنن سال 17 کنکور ریاضی من یه خواهشی دارم دیگه داره تموم میشه دیگه این داستانمون داره تموم میشه خوب دقت کنید دیگه مقاطع دیگه اون شاخشه یک بیزی به قطرهای قطر دو آ چارده کنکورش ریاضی پس آ میشه هفت دو ب چار رادیکال شیش ب ب پریم دو ب پس ب میشه دو رادیکال شیش آ بله کانون F نزدیک به نقطه A مفروض است. کانون F نزدیک به نقطه A. خطی عمود بر قطر A' از نقطه F. دایره را در M قطع می کند. خوب گوش کن. خطی از F عمود رسم کردم دایره رو در دو نقطه M قطع میکنه M و M پریم اندازه پاره خط AM کدام است اندازه پاره خط AM اینو میخواد اندازه پاره خط AM کدام است اینو میخواد خوب گوش کنید سوال کنکور رشته ریاضی بچه ها دایره آیا فاصله M از C همان شعاع دایره نیست همان AC نیست همان پارامتر آ نیست فاصله آسی که شعاع دایره باشه همان پارامتر آ نیست و پارامتر آ چیه؟ هفته سوال کنکورش ریاضی دارم برات حل میکنم پارامتر آ هفته این شعاعه اینم شعاعه خب این پارامتر آس پس اینم حتما هفته دیگه چون شعاعه دیگه سوالش ریاضی آیا از اینجا تا اینجا از F تا C پارامتر C نیست؟ بله آقا A رو داری B رو داری سری C رو به دست بیار A2 مساویه B2 علاوه C2 A2 49 B2 4 6 تا 24 تا C2 میشه 25 C میشه 5 سی شد پنج یه فیثاغورس ریز بزنی این به دست نمیاد یه فیثاغورس ریز بزن ام اف ام اف به توان دو به علاوه 25 مساوی 49 ام اف به توان دو میشه 24 حالا
یا ام اف میشه رادیکال 24. من آمو میخوام. خب یه فیثاغورس دیگه بزن. بچه ها این یه قطعه چیه؟ این یه قطعه. اگر گفتی یه قطعه چیه؟ اگر گفتی چیه اندازش؟ این یه قطعه. آف چیه؟ آفرین ریحانه، آفرین بقیه بچه ها. مگر این پارامتر آسی آ نبود؟ هفت. آ مگه هفت نبود؟ بله. آسی هفته. پنجتاشو بردار، میمونه دو. میمونه دو. این دو. خب بچه ها یه فیثاغورس بزن. چون ام اف رو که به دست آوردی، ام اف به توان دو به علاوه آف به توان دو، دیگه اینا تو کنکور نمی نویسیم، مساوی ایکس به توان دو، همون ایکس رو می خواهی. بچه ها آف به توان دو، آف میشه چهار. آف بله، آف به توان دو چهار. ام اف چی بود؟ ام اف رادیکال 24. ام اف به توان دو 24. دو تا فیثاغورس کنار هم، ایکس دو میشه 28، ایکس میشه 47. خیلی راحت. اصلا انقدر بد نوبسات نداره که انقدر دارم توضیح میدم. یه فیثاغورس زدی این به دست اومد، یه فیثاغورس بزن این به دست میاد. تمام. یه فیثاغورس ام اف به دست اومد، یه فیثاغورس ایکس به دست میاد. ابعاد هم داری. شروعش فقط از اینجاست که با عزیز من، از اینجا تا اینجا ام سی همون شعاع دایره است که همون آسیه، یعنی همون پارامتر آ. دو بار من این نکته رو دارم بهتون میگم، دو بار تو کنکورم اومده، نگاه کنید دیگه. سال 18 فکر کنم آخرین سوال بیزی باید باشه دیگه. نه یه سوال دیگه هم داریم. نقطه ام، سوال کنکور رشته ریاضی، رشته ریاضی، نقطه ام روی بیزی به قطرهای 3 و 5 قطر، حواستم باشه قطر، یعنی دو آ 5 قطر، دو به 3 قطر، یعنی آ میشه 5/2، ب میشه 3/2. سوال کنکور رشته ریاضی، همین الان آ رو داری، بی رو داری، سی رو به دست بیار. آ دو بی دو به علاوه سی دو. سوال بسیار زیبا. آ دو بی دو، بی دو رو داریم بچه، بی دو رو داریم، 3/2 سی دو. نو بره این ور، از 25 کم بشه، شونزده چهارم، سی میشه دو. آ 5/2، بی 3/2، سی 4/2. عدد فیثاغورس هم هستن. این تا اینجا. در یه بیزی با پارامترهای آ و بی و سی معلوم، ستاش معلومه. خوب گوش کنید. نقطه ام روی بیزی با قطرهای 3 و 5 به گونه ای قرار داره که این نقطه ام فاصلش تا مرکز بیزی 2 است. نقطه ام به گونه ای روی بیزی قرار گرفته که فاصلش از مرکز 2 است. نقطه ام به گونه ای روی بیزی قرار گرفته که فاصلش از مرکز بیزی 2 است. حاصل ضربه فاصله های نقطه ام از دو کانون بیزی، خیلی حرفه‌ایه، حاصل ضرب فاصله های ام از دو کانون بیزی. ام فاصلش تا اف ایکس،
ام فاصلش تا اف بریم ایگرگ از تو چی میخواد؟ ایکس در ایگرگ چی میشه؟ حاصل ضرب فاصله ام از دو کانون بیزی. سوال وحشتناک حرفه‌ای. مائده چقدر قشنگ میگه، میگه آقای فتی طبق تعریف بیزی جمعشون رو میدونیم. جمعشون چیه مائده؟ میگه x به علاوه y طبق تعریف بیزی میشه دو a، و من چون a رو دارم 5/2، پس دو a میشه چی بچه ها؟ خیلی حرفه ای مائده گفت، گفت آقای فتی جمعشون رو میدونیم، اصلا تعریف بیزی اینه، نقطه m فاصلش با f و f بریم جمعش میشه دو a، x و y جمعش میشه دو a، آمون 5/2 پس جمعش میشه 5. خیلی قشنگ گفتی اینو مائده، الان سریع گفت. حالا نگاه کن بچا پارامتر سی چیه؟ دو. پارامتر سی دو. هرگاه در مثلث طول میانه، میانه است دیگه، نگاه کن قشنگ این ضلع مقابل رو نصف کرده، اف بیریمو نصف کرده، دو دو، طول میانه نصف ضلع مقابل باشد، حتما اون مثلث مثلث قائم الزاویه است. تو ابتدایی داشتید. هرگاه اصلا در مثلث قائم الزاویه، در مثلث قائم الزاویه میانه نصف وتره، میانه طولش نصف وتره. اگر این دو باشه وتر حتما 4ه، چون میانه است، پس این دو این دو، پس این حتما، این حتما مثلث قائم الزاویه است و بالعکس، پس این مثلث قائم الزاویه است. اگر قائم الزاویه است رابطه فیثاغورس رو بنویس، رابطه فیثاغورس x به توان 2 به علاوه y به توان 2 مساوی 4 به توان 2. رابطه فیثاغورس چی داری؟ x به علاوه y مساوی 5. چی میخوای؟ x در y به توان 2 برسون. جمله اول به توان 2، جمله دوم به توان 2، دو برابر جمعشون، ضربشون 25. x به علاوه y 2 چیه؟ 16. سوالو نگاه، 16 بر اونور، 16 بر اونور، خیلی حرفه‌ای بود این سوال. در مثلث قائم الزاویه اندازه میانه وارد بر وتر نصف وتره. سال 19، سال 19 کنکورش ریاضی، سال 19 کنکورش ریاضی، در یک بیزی با خروج از مرکز رادیکال 2/3 کنکور رشته ریاضی. دو سر قطر بزرگ دو سر قطر بزرگ از انتهای قطر کوچک، از انتهای قطر کوچک با کدام زاویه رؤیت می شود؟ این زاویه رو می خواد. دو سر قطر بزرگ از انتهای قطر کوچک با کدام زاویه رؤیت می شود؟ دو سر قطر بزرگ از انتهای قطر کوچک، از انتهاش، از اینجا با کدام زاویه رؤیت می شود؟ من نصفشو به دست بیارم دو برابر می کنم، من تتا رو به دست بیارم دو برابر می کنم. این پارامتر چیه؟ آ.
ببین من تانژانت میرم چون ضلع مقابل رو دارم، ضلع مجاور رو دارم دیگه، مینویسم تانژانت تتا مساویه ضلع مقابل آ به ضلع مجاور ب، چون اصلا این وتره رو ندارم بی خیال سینوس کوسینوس، ضلع مقابل به ضلع مجاور، مقابل به مجاور. من تتا رو داشته باشم دو برابر میکنم دیگه، نگاه کنید. آره نصف میشه دیگه، حالا دو برابر میکنم. خروج از مرکز، تو چه هستی؟ میگه رادیکال یک منهای ب دو به روی آ دو. برابر که هستی؟ میگه رادیکال دو سوم. به توان دو برسون، به توان دو برسون، جا به جا کن، به دو به روی آدم مساویه یک منهای دو سوم، یک سوم. جذر بگیر، جذر بگیر. ب به روی آ شده یک به روی رادیکال سه، آ به روی ب چی میشه؟ عکس کن آ به روی ب میشه رادیکال سه. تانژانت تتا شد رادیکال سه، تتا میشه زاویه چی بچه ها؟ 60 درجه. ب به روی آ شد این، آ به روی ب میشه، حالا تتا شد 60 درجه، دو تتا چی میشه؟ 120 درجه. سوال کنکورش ریاضی بوده، دو سر قطر بزرگ از انتهای قطر کوچک با چه زاویه دیده میشه؟ ضلع مقابل به وتر. من تماما تستای رشته ریاضی رو برات آوردم. سال 20 بچه ها مقاطع تموم شد، یه 5-6 دا چرا تجربی نه؟ چون تجربی خیلی سواله مقاطعش آسونه، خیلی مقاطع سواله تجربی مقاطع خیلی آسونه. بریم سراغ سوالش 20. در شکل زیر چه کسری از مثلث ABC هاشور خورده است؟ مقاطع محمد جان درش تجربی 1400 ندادن، یکی از چیزاشون بود فکر کنن. مقاطع دادن چیز وتر مشترک دادن که خب خیلی آسون بود، وتر مشترک، وتر مشترک، آره وتر مشترک دادن که خیلی آسون بود. آره سوال انقدر سوالای غیر متعارف دادن که یه سوال متعارف هم دادن ما به چشممون نیومد، وتر مشترک دادن که خیلی آسون بود، وتر مشترک دادن. بله البته وتر مشترک کسی به گوشش نخورده بود واقعا اونم نمیتونه حل کنه. در نظام قدیم وتر مشترک جزء کتاب‌های درسیمون بود، تو منابع کتاب درسیمون بود، ولی خب الان تو کتاب درسی جدید نیست، پس بنابراین اگه کسی اونا رو نخونده بود قاعدتاً آره اگر کسی به گوشش نخ... الان نگاه کنید، نگاه کنید بچه‌ها، ساده ترین سوال فلسفه رو از من بپرسن من بلد نیستم و اصلا نمیتونم، این ساده است یا سخته؟ چرا؟ چون اصلا بلد نیستم فلسفه. پس بچه‌ها وقتی یه چیزی آدم تو کتابش نداره و اصلا نمیدونه، چه سخت باشه چه راحت، خب آدم بلد نیست دیگه، براش سخت میشه دیگه. و در مشترک جزء سوالایی بود که خب خیلی سخت نبود، یکی از سوال بسیار آسونی بود، ولی چون اصلا تو کتابتون نبود خب سخت جلوه داد. خب وتر مشترک رو گفتم بچه‌ها، زنگ قبل وتر مشترک رو گفته بودم بچه‌ها. در شکل زیر، در شکل زیر این سوال قلمچی بوده، این سوال کانون آزمایش قلمچی. در شکل زیر مساحت قسمت هاشور خورده چه کسری از مساحت مثلث رو تشکیل میده؟ مساحت قسمت هاشور خورده. خب بچه‌ها گوش کنید، جلسات قبل من بهتون گفتم اگر یک مثلثی داشته باشید، مثلث ABC، جلسات قبل این ضلع آ باشه، این ضلع بی باشه، این ضلع سی باشه، اینم مثلا تتا باشه، مساحت مثلث میشه یک دومه، یک دومه ضرب دو ضلع
یک دوم ضرب دوزل در سینوس زاویه بین این دوتا. بچه بین این دوتا چیه؟ تتا. یک دوم ضرب دوزل در سینوس زاویه بینشون. این مساحت مثلث. یک دوم ضرب. بیاییم اینجا. بچه ها مساحت مثلث AMN اون قسمتی که هاشور نخورده AMN به مساحت کل چی میشه؟ مساحت قسمت هاشور نخورده این قسمت سفیده میشه یک دومه یک ضرب در چهار ضرب در سینوس آ یک دومه یک ضرب در چهار ضرب در سینوس آ این میشه مساحت قسمت چی هاشور نخورده بچه مساحت کل چی میشه؟ یک دوم کل یک دوم نو هشت و یک میشه نه دیگه یک دوم نو ضرب دره این یک بود این چار بود یک دوم نو ضرب دره پنج ضرب دره سینوس آ سینوس زاویه بینش مساحت بزرگه ها یک دوم بزرگه یک دوم نو یک و هشت در یک دوم نو در یک و چار پنج در سینوس آ یک دوم ها رو بزنید سینوس ها رو بزنید مساحت قسمت هاشور نخورده میشه چهار نه پنجتا چهل و پنجتا یعنی این قسمت چهار تا رو از چهل و پنجتا تشکیل میده چهار تا رو از چند تا؟ چهل و پنجتا چهار تا رو از چهل و پنجتا پس چون این کلش چهل و پنجه چهارش رو بذارم کنار میشه چهل و یک این 45 بود کلش 4 تاشو بذارم کنم پس نسبت قسمت هاشور خورده به کل نسبت هاشور خورده به کل سوال قشنگی بود بچه نسبت هاشور خورده به کل سوال قلم چی بوده سوال بعدی مساحت مثلث شکل مقابل کدام است بازم سوال قلم چی بازم سوال قلمچی مساحت قسمت هاشور خورده کدام است من اینو میگیرم x قضیه کوسینوس ها رو من بهتون گفتم قضیه کوسینوس ها در مثلث و اولین جلسه همایش بهتون گفتم دوباره میگم a b c قضیه کوسینوس ها A2 B2 به علاوه C2 منهای 2BC کوسینوس A قضیه کوسینوس ها A2 مساوی B2 به علاوه C2 منهای 2BC کوسینوس A قضیه کوسینوس ها در مثلث بیایم اینجا دو رادیکال 7 به توان 2 دو رادیکال 7 به توان 2 مساویه 4 به توان 2 x به توان 2 منهای 2 برابر 4 ضرب در x در کوسینوس 60 چرا اینو نوشی به توان 2 چون زاویه مقابلشو دارن اگر a2 شروع بشه آخرش کوسینوس a میشه اگر با این شروع بشه آخرش میشه کوسینوس a بچه من کوسینوس زاویه 60 درجه رو داشتم از این شروع کردم این به توان 2 این به توان 2 مساویه این به توان 2 علاوه این به توان 2 علاوه چرا نگفتی این 4 به توان 2 چون زاویه مقابلش رو نداشتم قضیه کوسینوس ها اگر با b به توان 2 شروع بشه آخرش میشه کوسینوس b آخرش اگر با a2 شروع بشه میشه کوسینوس a قضیه کوسینوس ها قبلا هم گفته بودیم این به توان دو چهار هفتا کوسینوس 60 درجه هم یک دو 28 دو با 8 همه رو یک طرف ببرید
اتحاد نوشتم. پول نمیتونه منفی باشه. پول که منفی نیست. 6. پس این شد 6. حالا بگید ببینم همین الان قضیه سینوس ها داد میزنه مساحت مثلث چی میشه؟ مساحت مثلث میشه 1/2 سوال قبلی، 1/4، 1/4 ضرب در 6 ضرب در سینوس 60. سوال قبلی، 1/4 ضرب در 6 ضرب در سینوس 60. سوال قبلی 2/4 2/6 12 تا سینوس 60 درجه 2/12 یه قضیه کوسینوس ها یه قضیه سینوس ها. سال 22 معادله مثلثاتی مقابل در فاصله صفر تا پی چند جواب دارد؟ سنجش، کنکور سنجش. برای دانش آموزایی که در طول سال یه نمه مثلثات خوندن، برای دانش آموزی که در طول سال یه نمه مثلثات خوندن، امروز خیلی دوره میشه. اما کسی که صفر خونده باشه واقعا کاری نمیشه کرد. الان کسی صفر مطلق باشه واقعا کاری نمیشه کرد. یه ریز مثلثات خونده باشه خیلی کارا میشه کرد. خب دوتا چون اینجا سینوسه، سینوسه اینم بر حسب سینوس می‌نویسیم. وقتی عبارت کسری صفر باشه مخرج که صفر نیست، صورت صفره دیگه. بله دو رو ضرب کنید. منفی 2/2 میره. از سینوس ایکس فاکتور بگیرید. اینجا 1 میده. اینجا از سینوس ایکس فاکتور بگیرید. منفی 2 تا سینوس ایکس میده. یا این صفره. یا این صفره. اگر این صفر باشه خب سینوس میشه 1/2. رو یه دور دایره مثلثاتی بگردیم کجاها سینوس صفره. یک بار در صفر، یک بار در پی، یک بار در دو پی، در یک دور دایره مثلثاتی. خب میگم یک دور خواسته دیگه، از صفر نه نیم دور، از صفر تا پی خواسته. پس دو پی رو پاک میکنم، از صفر تا بله از صفر تا پی نصفش رو خواسته. بله از صفر تا پی. حالا کجاها سینوس 1/2؟ یکی ناحیه اول سینوس 1/2، یکی ناحیه دوم سینوس 1/2. ناحیه دوم سینوس مثبت دیگه، ناحیه دوم. چند تا جواب داریم؟ چند تا جواب داریم؟ گفته چند تا جواب داره؟ یه جواب، دو جواب، سه جواب، چهار جواب. ما ایده برات میگم چهار تا جواب داریم. چهار تا جواب. چرا نمیزنی؟ گزینه یک میشه دیگه. آها چرا نمیزنم؟ بارها این نکته در کنکور اومده. بارها اگر شکل معادله کسری باشه حواستون باشه شاید بعضی از جوابها مخرج رو صفر کنن. باریکلا به شما که دارید به من میگید. آ چرا نمیزنی گزینه یک؟ حواسم باشه آقا نکند مخرج کس صفر شود. اینو دکور نذاشته اینجا. الان پی اینجا بشینه کوسینوس پی میشه منفی 1/1 میشه صفر و مخرج مورد قبول واقع نمیشه. ایکس اگر پی باشه پی کوسینوس پی منفی نمیتونه پی باشه. پس پی درسته که جواب اینجا به دست اومد ولی حذف میشه چون مخرج رو صفر میکنه. البته صفر مشکلی نداره. صفر نگاه کنید کوسینوس صفر میشه 1/1 میشه 2 اشکال نداره. پس یه جواب پرید. 1 2 3 سه تا جواب. این کلن داستان عوض شد. نکند مخرج کس صفر شد. آره محمد جان. سال 23
مجموعه، یعنی جواب ها رو با هم جمع کنیم. جمع جواب های معادله مثلثاتی در بازه پی تا دو پی چیه؟ تانژانت سه ایکس، سوال کنکور، در تانژانت ایکس مساوی یک. آقای فتحی من مثلثات صفر صفرم، این مثلثات اگر صفر باشید واقعا نمیشه کمک کرد، الان نمیشه کمک کرد، صفر باشید باید در طول سال خونده باشید. این کلاس جمع‌بندیه. تانژانت رو بکش پایین، تانژانت رو بکش پایین، عکس تانژانت میشه کوتانژانت. تو معادلات مثلثاتی باید دو طرف یک نسبت باشن، اگر دو طرف یکیشون تانژانت یه دونشون کوتانژانت بود اونو تبدیل کنید به تانژانت. اینو دست نمیزنید. هرگاه یه نسبت مثلثاتی داشتید خواستید بر حسب مقابل بنویسید، کمانمون از پی دوم کم میکردیم. حتما باید دو طرف سینوس سینوس، کوسینوس کوسینوس، سینوس سینوس. حالا اگه یه طرف سینوس بود یه طرف کوسینوس بود باید تبدیلش کنید، همه یکسان باید بشن. تانژانت کوتانژانت، کوتانژانت رو بر حسب تانژانت نمیشی. چجوری؟ کمان از 90 کم کردی، کمان از 90 کم کردی. حالا اینو بگیر x، اینو بگیر آلفا. مجموع جواب های تانژانت این بود دیگه، 3x برابر بود با کاپی علاوه آلفا. ببین الان درس نیستش، اینا همه داره دوره میشه. منفی x میاد این و کاپی علاوه پی دوم. بهتره همه رو تقسیم بر 4 کنیم، تقسیم بر 4 کنیم x، تقسیم بر 4 کنیم کاپی 4 علاوه پی 8. من سر کلاس سالیانم بچه ها، هیچ کدوم از اینا رو سر کلاس سالیانم، بچه هایی که سر کلاس من هستن میدونن دیگه، هیچ کدوم از اینا رو نمیگم بچه ها از بر کنن، چون اثبات میکنم همه اینا اثبات میشه. خب اینجا نمیتونیم چون اصلا فضای اثبات نیست. پس مجموعه جواب شد کاپی چهارم علاوه پی هشتم. مجموعه جواب شد کاپی چهارم، کاپی چهارم علاوه پی هشتم. این مجموعه جواب کامل. گفته در بازه پی تا دو پی به دست بیار جمع کن. یه سلیب میکشیم، به کا عدد میدیم، ایکس میگیریم. در بازه پی تا دو پی جواب ها رو به دست بیاریم. تا آخر میخوام برم برات پی تا دو پی. خب به کا میدیم صفر، میشه پی هشتو. نه دیگه اصلا پی هشتون تو این فاصله نیستش، زیاد بده، یک هم نده، دو هم نده، اضافه کن، سه هم نده، سه بدی بازم تو این بازه نیستش، چهار بدی، بله چهار بدی، چهار با چهار میره، میشه پیه بلاوی پی هشتون، بله چهار هستش، پیه بلاوی پی هشتون، چهار بدی، چون از پی تا دو پی میخواد. پنج بده، میشه پنج پی چهارم بلاوی پی هشتون. مخرج مشترک بگیرم میشه 11 پی هشتم. اینجا مخرج مشترک بگیرم میشه 9 پی هشتم. 6 بده میشه 6 پی چهارم به علاوه پی هشتم. مخرج مشترک بگیرم میشه 13 پی هشتم. بریم جلو بچه ها، تا 16 پی هشتم جا داریم، 16 پی هشتم میشه 2 پی، پس جا داریم. 7 بده میشه 7 پی چهارم علاوه پی هشتم. 2 هفته 14 میشه 15 پی هشتم. آره قبوله، اما دیگه 8 نده، 8 بدی میشه 2 پی، نه دیگه از 2 پی به بعده. اینا رو با هم چیکار کنیم؟ جمع کنیم 15 پی هشتم و 13 پی هشتم و 11 پی هشتم و 9 پی هشتم رو جمع کن. جمع جمعش چی میشه؟ مخرج که 8 15 و 13 میشه فرداتشم 28، 28، 38، 39، 39 و 9 میشه چی بچه ها؟ 48، 48 پی هشتم. خب 48 پی هشتم ساده کنیم 6 هشتا 48 دیگه 6 پی. ببین تا آخر خودم رفتم، ببین اصلا نگفتم خودتون حل کنید، 6 پی گزینه ای دو. این تا آخر دارم خودم میرم. سوال بعدی، خب از این سوال هایی که خیلی زیاد در کنکور اومده، من میخوام
یه لحظه بچه ها هستن سر کلاس؟ آفرین. من میخوام بچه ها سوال شماره چنده؟ 24. میخوام اینو با یه روش بسیار متفاوتی بهتون بگم. آره محمد رضا جان، محمد رضا، میخوام این سوال با یه روش بسیار متفاوتی بهتون بگم که شاید تا حالا نشنیدید. میخوام با یه روش بسیار متفاوت، نظام قدیم قدیم کار کنم، قدیم قدیم. بریم. تابع اف ایکس با ضابطه. بعدش هم میدونید دیگه، خیلی از طراحان این سوالا سوالشون هم غلط طرح میکنن. به ایکس چون این نکاتو نمیدونن یا دقت نمیکنن غلط میشه. به ایکس من پی 4 به ایکس من پی 4 بالا بی سی. خیلی از طراحان نمیدونن اینا رو، غلط حل میکنن، غلط طرح میکنن. درست نوشتم؟ آ سینوس به ایکس من پی 4 بالا بی. آره خب گوش کنید، ببینید من چی کار میکنم. اولا ماکسیموم 3، میدونید توابع ماکسیموم سینوس میشه قدر مطلق آ به علاوه سی مقدار ماکسیموم 3. میدونید مینیموم منفی که میشه منفی قدر مطلق آ به علاوه سی مساوی منفی 1. ماکسیموم و مینیموم رو حتما در طول سال خوندید، کتابتون هم نوشته. پس قدر مطلق آ به علاوه سی ماکسیموم، منفی قدر مطلق آ به علاوه سی مینیموم، مینیموم منفی 1. دستگاه تشکیل بدیم، دو سی میشه دو، سی میشه 1، این با این میره. حالا سی بشه 1، سی بشه 1، 1 بره اونور 2، قدر مطلق آ میشه 2. سوال فوق حرفه ای، آ یا 2 یا منفی 2، نمیدونم نمیدونم آ یا 2 یا منفی 2. سیمون شد 1، سیمون 1، آمون 2 عدد. بچه ها فاصله بین سه پی هشتم و منفی پی هشتم دوره تناوبه. سه پی هشتم منهای منفی پنج پی هشتم، منفی پنج پی هشتم دوره تناوبه. الان دوره تناوب، دوره تناوب میشه سه پی هشتم منهای منفی پنج پی هشتم. مخرج مشترک بگیری، سه و پنج هشت پی هشتم میشه پی. این دوره تناوب، دوره تناوب، دوره تناوب بچه ها برابر است با دو پی به روی قدر مطلق به دوره تناوب. خودش گفته پی، خودش دوره تناوب گفته پی، فاصله منفی 5 پی 8 تا 3 پی 8 پی. پی با پی میره، از اینجا قدر مطلق به به دست میاد 2. پس به هم دو تا عدد داری، یا 2 یا منفی 2. اینم دو تا عدد. سیمون 1 شد ولی به دو تا عدد، آ دو تا عدد به دست اومد. حالا کدومو قبول کنیم؟ 2 یا منفی 2 بچه‌ها؟ 2 یا منفی 2؟ آ 2 یا منفی 2؟ بچه‌ها بیایم اینجا این تابه رو نگاه کنید. من اینو میخواستم بهتون بگم. اینو میخواستم بگم. نگاه کنید بچه‌ها. در مبدأ، یه لحظه گوش کنید. در مبدأ، در مبدأ، در صفر، در صفر شیب منفیه، شیب منفیه، مشتق منفیه. تا حالا کسی اینو اینطوری بهت نگفته؟ در صفر شیب منفیه. اگر کسی گفته باشه واقعا دبیر حرفه‌ایه. در صفر شیب منفیه. بریم مشتق بگیریم. مشتق داخل کمان میشه آ ب، ضرب کن میشه آ ب کسینوس ب ایکس منهای پی 4. من صفر رو بذارم، صفر رو بذارم، کسینوس صفر رو بذارم، کسینوس منفی پی 4 میشه مثبت دیگه. چرا؟ چون کسینوس منفی خوره، کسینوس پی 4 میشه رادیکال دو دوم. پس در صفر میشه آبی، شیب منفیه. نگاه کنید بچه ها، شیب در صفر منفیه، این که مثبت، پس آبی منفیه. پس آ در بی باید مختلف العلامت باشه.
آ در بی باید مختلف العلامت باشه. در صفر کوسینوس منفی پی 4، کوسینوس که منفی خوره، کوسینوس پی 4 میشه رادیکال دوم، پس تو مثبتی آب بعد منفی باشه، شیب منفیه. ضمن اینکه در صفر هم گودی رو به پایینه، گودی تقعر رو به پایینه، پس مشتق دوم هم منفیه چون تقعر رو به پایینه. مشتق دوم بگیر، خیلی حرفه‌ای، کنکور ریاضی بوده. مشتق دوم آبی که هیچی، آبی. یه بار دیگه بخوایم مشتق بگیم دوباره از کمان مشتق میگیم، میشه ب که میشه ب دو، کوسینوس هم مشتقش میشه منفی سینوس، یه منفی هم بذاریم اینجا، منفی سینوس، پس میشه منفی آ ب دو سینوس. بچه ها به ایکس منهای پی چارو. خب خیلی دانش آموز باید حرفه باشه اینطوری بره. مشتق دوم در صفر هم منفیه، مشتق دوم در صفر، مشتق دوم در صفر منفیه. الان صفر بذار میشه منفی آ به دو ضرب داره، صفر بذار سینوس منفیشو میندازه پشت میشه مثبت، سینوس منفیشو صفر بذاری جای ایکس منفیش میره پشت میشه مثبت، سینوس پی 4 میشه رادیکال دو دوم، باید بشه منفی. حالا نگاه کنید چقدر زیبا شد اینجا، الان نگاه کنید خیلی زیبا، این رادیکال دو دوم که مثبته، پس آ در ب دو باید بشه منفی، چون ب دو مثبته، ب دو مثبته دیگه، ب دو، پس آ باید بشه منفی، پس آ باید بشه منفی. حالا چون اینجا چون آ ضرب داره به منفیه، آ منفیه، آ گفتم دیگه من آ منفیه، پس ب باید بشه مثبت، آ منفی در مثبت میشه منفی، پس آ شد منفی، نتیجه آنکه ب باید بشه مثبت، چون آ ضرب داره به بعد بشه منفی، آ که منفی باشه به بعد بشه مثبت، آ منفی به مثبت، آ منفی به مثبت، آ منفی به مثبت. ببینید خیلی حرفه‌ای شد، آ منفی، پس جواب شد آ دو، آ منفی دو ب دو سیه که جمعشون میشه صفر با یک هم میشه یک. بله ب دو آ منفی دو، پس جواب میشه گزینه 4. ببینید من کاملا میفهمم بچه های فوق حرفه‌ای لذت میبرن از این روش، فوق حرفه‌ای. ببینید بچه های فوق حرفه‌ای لذت میبرن، چرا؟ چون از انتقال و اینا چیزی تشتور چیزی در نمیاد، چار باید ببر راست، چار باید ببر چپ. ما اگر حرفه‌ای باشیم با مشتق و کاربرد مشتق راحت حل می‌کنیم. با مشتق و کاربرد مشتق بچه‌ها تقعر رو به پایینه، در اینجا گودی رو به پایین، پس مشتق دوم منفیه، شیب منفیه، پس مشتق اول منفیه با تقعر. حالا انتظار نداریم از شماها که واقعا اینطوری حل کنید، چون واقعا حرفه‌ایه، این سوال سختی هم بوده. من دیدم اغلب بچه‌ها وقتی به اینجا میرسن معلماشون میگن ببین بردیم راست بردیم چپ، دانش آموز لذت رو نمیبره، لذت رو نمیبره. متوجه شدید؟ نمیدونم چون رو به پایین اینطوریه، نمیدونم گلدونیه اینوری با اینا رو. بچه‌ها اینا برای دانش آموز، برای سطح لول دانش آموزان سطح پایینه، نه دانش آموز بالا. این حلی که من داشتم برای دانش آموز فوق حرفه‌ایه، فوق حرفه‌ای. بریم بچه‌ها سوال آخر رو با هم دیگه حلش کنیم. خب سوال سنجش خیلی حرفه‌ای، کوسینوس 2x مساویه، کوسینوس رو ببر اونور میشه سینوس x منهای کوسینوس x، گفته جمع جواب‌هاش. اینم وحشتناک حرفه‌ایه، اینم دانش، اینم بچه مشتق دوم به خاطر تقعرشه، مشتق دوم به خاطر تقعر که پایین باشه حتما گودی رو به پایین، مشتق دوم منفیه. بچه ها اینا رو دبیراتون من در طول سال درس داده باشن، من یه کوچولو عذرخواهی میکنم بچه ها چون الان زمان درس نیست. بازم اگر کسی این سوال متوجه نشد به من پی ام بده، من در خدمتش هستم توی کانال تلگرام، بهم تی ام به پی ام بدید، من دونه دونه سوالاتون رو جواب میدم. بریم اینجا بچه ها، کوسینوس دو آ یکی از روابطش این بود، کوسینوس دوی آ منهای سینوس دوی آ مساویه. خب اینجا چون کوسینوس منهای سینوسه، اینم یه منفی فاکتور بگید بشه کوسینوس منهای سینوس. اینو به صورت مزدوج بنویسی چون اونور دارم میبینم، کوسینوس منهای سینوس، کوسینوس به علاوه سینوس.
من برای چی سوالا رو یه چند ساعت زودتر میذارم تو کانال؟ برای چی سوالا رو؟ چرا روش فکر کنید؟ که وقتی من حل میکنم شما آمادگی داشته باشید، قبلا نمونهشو دیده باشید. حتی درست هم حل نکردید، ولی وقتی من حل میکنم بفهمیم کجا ما گیر کردیم. حتما سوالا رو قبلش حل کنید. کوسینوس منهای سینوس. بچه اگر از دو طرف یه متغیر رو زدیم، الان اگر از دو طرف یه متغیر رو زدیم حتما برابر صفر قرار بدیم. اینو با این بزنیم حتما برابر صفر قرار بدیم. پس کوسینوس x منهای سینوس x مساوی صفر. بقیه چی؟ کوسینوس علاوه سینوس مساوی منفی 1. ساده شد، این با این رفت شد منفی 1. کوسینوس علاوه سینوس مساوی منفی 1. ادامه بدیم اینجا. این میاد این و میشه سینوس مساوی کوسینوس. یه کوسینوس رو بیار پایین میشه تانژانت x مساوی 1. کجاها تانژانت یکه؟ یکی ناحیه اول، یکی ناحیه سوم. این دوتا جواب، یکی ناحیه اول، یکی ناحیه سوم، دوتا جواب. ریحانه ما نمیتونیم دو طرفه. بچه یه لحظه گوش کنید، یه لحظه ریحانه. بچه آم توان دو مساوی آ. خیلی از بچه ها آ رو با آ میزنن، میگن آ مساوی یک. این غلطه. میگم بچه ها اگر آ رو بیارید این ور نزنید، اگر آ رو بیارید این ور نزنید، نزنید، میشه آ دو منهای آ مساوی صفر. آ رو بیارید این ور، از آ فاکتور بگیرید، اون موقع بچه ها شما دو تا جواب دارید، یه آی صفر هم دارید، یه آی یک هم دارید. چرا اینجا نیاوردید آی صفر رو؟ دستو که داشتید اگر آ رو میاوردید و فاکتور میگرفتید. پس هرگاه دو طرف رو ساده کردید بعد اونو مساوی صفر قرار بدید. کیو ساده کردید؟ آ رو برابر صفر بذارید. اگر نظرم چی؟ اگر نظر یه قسمت جواب از بین میره. پس هرگاه از دو طرف یک تساوی مجهولی رو حذف کردید حتما بعد اونو مساوی صفر قرار بدید. انگار آوردید این و فاکتور گرفتید. پس اینجا رو نگاه کنید، من از دو طرف اینو زدم حتما مساوی صفر قرار بدم. حتما. خب اگر ندم چی؟ دو تا جوابت پرید دیگه، دو تا جوابت میپره. بچه ها اگر این صفر باشه، کوسینوس منهای سینوس صفر باشه، این ور چیه؟ صفر. خب این ورم صفره، تساویتون برقرار، صفر مساوی صفر. خب بریم اینجا. بچه ها یه کار غلط، کار غلط اینه که، کار غلط اینه که من دو طرف رو به توان دو برسونم. به توان دو برسونید میشه جمله دوم اول به توان دو، جمله دوم به توان دو، به علاوه دو برابر جمله اول در جمله دوم مساوی یک. آقای فتحی چرا میگی غلط؟ الان که درست شد که. الان به تو میگم کجاش غلطه. بچه آیا منفی دو مساوی دوه؟ نه. اما وقتی به توان دو میرسونی درست در میاد. پس کار به توان دو رسوندن همیشه درست نیست. دیدید دیگه، بارها اینو طراحا سال سنجش بوده، طراحا انداختن دام برای بچه های من. بچه ها دو طرف یک معادله رو به توان دو نرسونید. خب مجبورم، میخوام برسونم. خب مجبوری، اینو احتیاط کن، احتیاط کن. سینوس رو بله به کوسینوس رو میشه یک، میشه اینم بنویسیم دیگه. بچه ها سینوس دو، سینوس رو بله کوسینوس رو شد یک. اینم دو سینوس ایکس کوسینوس ایکس میشه سینوس دو ایکس مساوی یک. این یک بره اونور میشه یک، سینوس دو ایکس مساوی صفر. خب معادله خاصه، تو معادله خاص سینوس کجا صفره؟ سینوس اینجا صفره، سینوس اینجا صفره، اینجا صفر و اینجا. اسم اینا چیه؟ کاپی. در صفر پی، یه پی، دو پی، سه پی، چار پی، پنج، در صفره. پس دو ایکس باید بشه کاپی، دو ایکس باید اینجا باشه که بشه صفر. پس ایکس میشه کاپی دوم. جوابهای بین صفر تا پی و خاصه، به کا بده صفر میشه صفر، به کا بده یک میشه پی دوم، به کا بده دو میشه پی، به کا بده سه میشه سه پی دوم. ادامه اینجا، به کا بده چهار میشه دو پی. اینا جواب هاشن. بچه ها صفر بیاد اینجا، صفر بیاد اینجا، صفر کوسینوس صفر
یک. سینوس صفر صفر قبوله بچه ها؟ نه آقا، یک منفی یک نمیشه. پس چرا به دست اومد؟ شما به توان دو رسوندید. به توان دو برسونیم درست در میاد. پس یه چیز غلط ممکنه به توان دو برسه درست در بیاد. صفر رو حذفش کنید. صفر رو حذفش کنید. صفر رو حذفش کنید. پی دوم چی؟ خوب گوش کنید. پی دوم سینوس پی دوم یک، کوسینوس پی دوم صفر. نه، اینم غلطه. پی چی؟ سینوس پی صفر، کوسینوس پی منفی یک. نه، درسته. سپی دوم چی؟ سپی دوم، سپی دوم، سپی چهارم نیست، سپی دوم. سپی دوم چی؟ کوسینوس سپی دوم صفر، سینوس سپی دوم منفی یک، درسته. دو پی چی؟ کوسینوس دو پی یک، سینوس دو پی صفر. نه، غلطه. ببین، چیز غلط به توان دو شد درست، اینم غلطه. پس هیچگاه همینطوری دو طرف یک معادله رو، اینم غلطه، به توان دو نرسونید. چند تا جواب درست به دست اومد؟ پی و سپی دو. باید چک کنیم. دو تا جواب درست اینجا، دو تا جواب درست هم اینجا، این که اصلا قبلی بود. پس میشه چی؟ چهار تا جواب. حالا چی گفته؟ گفته با هم جمعش کن. آره، جمعش کن. آره، خب پی چهارم، همه جواب رو هم جمع کنیم. پی چهارم و پی علاوه پی چهارم میشه چهار پی، با پی میشه پنج پی چهارم. پی چهارم، پنج پی چهارم، گفته جمعش کن علاوه این دوتا. پی و سه پی دوم هم جمعش کنیم میشه چی بچه ها؟ دو پی. سه پی میشه پنج پی دوم. خب پی علاوه پنج پی میشه شیش پی چهارم، میشه سه پی دوم علاوه پنج پی دوم. جمعش کنیم میشه چی بچه ها؟ هشت پی دوم، میشه چهار پی. چهار پی، چهار پی داریم تو گزینه ها. چهار پی، سه پی، چهار پی. گزینه یک چهار. خیلی خیلی مهم بود. پس بچه ها دو طرف یک معادله رو به توان دو نرسونیم. دو طرف یک ما چون به توان دو برسونیم، جوابهای کاذب ایجاد میشه، جوابهای الکی ایجاد میشه. آ منفی دو که دو نیست، ولی به توان دو برسونیم میشه چهار چهار. هیچگاه دو تا انقدر اینا رو طراحا تله گذاشتن. زمانی که 30 سال پیش کنکور میدادیم اینا تله بود. 30 سال پیش کنکور تله بود، الانم کنکور تله است. اگر ریحانه به توان دو نمیرسوندیم، ریحانه چقدر حرفه‌ای، چقدر حرفه‌ای. اگر به توان دو نمیرسوندیم، به توان دو بچه ها کوسینوس ایکس به علاوه سینوس ایکس میشد منفی یک دیگه. اگر به توان دو نمیرسوندیم، ما فرمول‌های مثلثاتی زیادی داریم که کتاب درسی شما نیست. فرمول‌های مثلثاتی زیادی هم تو کتاب درسی شما نیست. یکی از فرمول‌ها اینه که رادیکال دو تا کوسینوس ایکس منهای پی چهارم مساوی منفی یک. اینا تو کتابتون نیستش. یعنی اینو اینطوری می‌نوشیم، از اینجا حلش می‌کردیم. که تو کتابتون نیستش. اگر حالا اگر ریحانه تو خیلی دوست داری برای من یه پی ام بده، این فرمول‌ها رو من بهتون بگم. بچه ها خیلی دمتون گرم که تحمل کردید، خیلی دمتون گرم که تحمل کردید. خیلی عالی هستید، خیلی عالی هستید. فردا قرار چی کار کنیم؟ تابه رو جمع‌بندی کنیم. جمع‌بندی کنم، جزوش رو قرار میدم، همه چیز مشخصه. بریم تا فردا. خسته نباشید، دوستتون دارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.